بشین. من چجوری رازیش کرده؟ رگ خوابشون دستمه. بهش گفتم این بخشنامه که میفهمیدی من میتونم مطالعه کنم، یه برگه گذاشت رو دستم، منم سر یه دسته اسکناس گذاشتم یه برگه رو بهش دادم. گفتم فکر نمی کنم این بخشنامه ارتباطی با واردات ما داشته باشه. اونم تا اسکناس رو دید گفت بله بله حتما با شماست، امضا کرد. شما سلام. سلام، مزاحم شدم؟ نه آقای کیانی کارشون تمام شده بود، داشتن میرفتن. خیلی خوش اومدین. چیزی میل دارین میارم براتون؟ آقای کیانی من هر چه حق هستم. چرا شروع چرا وایستدی؟ بشین. ظاهرا کار کردن تو شرکت اونقدام سخت و آزار دهنده نیست. این آقا که اینجا باید خیلی راحته، چرا ای پامشه میاد خونه؟ متلک میگی، با توپ پر اومدی. سایلا خانم گزارش داد اومدی نصیحت. فایده هم داره؟ نه آخه اتفاقی نیفتاده. اتفاقی نیفتاده؟ سایلا که هیچ، عالیه خانم هم متوجه رفت آمده بی جای نقا به خونه ما شده. از من سوال میکنه سیمی خانم نامزد کرده. عالیه خانم غلط کرد، بهش بگو فضولیش بهش نیومده. به من سایلا چی اومده؟ میتونیم سوال کنیم یا نگران شیم؟ نگران برای چی؟ بس خودتون میبریم میدوزین. من به سهیلا هم توضیح دادم، نمیدونم چرا متوجه نمیشه. یه سری کارهای من تو خونه مونده بود، با بچه ها گرفتار بودم. آقای کیانی کار شرکت برداشت آورد خونه. به جای اینکه بری سراغ سهیلا نصیحتش بکنی به خاطر بیادبیش اومدی سراغ من؟ نه اصلا سه یه کار دیگه اومد. بیچاره کار پیدا کرد واسه سهیلا تو همین شرکت. بهش گفت بیا تو شرکت پدرت کار کن. پدر خدا بیامرزه بابا رو، من که دیگه هیچ نشونه ای از شرکت بابا اینجا نمیبینم. بهتر از اینه که صدقه بگیر کارگاه بشه. صدقه بگیر یعنی چی؟ سهیلا داره کاری رو انجام میده که دوست داره، حالش هم با کارش خیلی خوبه. حالش خوبه؟ آیندهش چی میشه؟ من همون روزی که احمد پیشنهاد داد سهیلا بره اونجا کار بکنه مخالفت کردم. این کار به درد سهیلا نمیخوره، به درد چهار تا آدم بدبخت بیچاره میخوره، نه دختر حاجت. تا مردم چی میگن؟ میگن شرکت باباش هست، دختره رفته کارگری. شرکت باباش هست و دامادشون؟ نه بگو، حرفتو بزن. هیچ، دختر و داماد حاجت ها در به در دنبال یه وام میگردن که بدهیشون رو تسویه کنن، خلاص شن از این شرایط و آدم های سوء استفاده. چی؟ روشن بگو، واضح، چی، کی؟ اومدم سند خونه بابا رو بگیرم. احمد با دوست بابا صحبت کرده، قرار شده روی سند به ما وام بده، بتونیم بدهیامون رو تسویه کنیم باش. البته یه شرط هم دارم. برای تسبیه بدهی احمد شرط هم میذاریم؟ چرا هی میگی بدهی احمد؟ احمد شوهر منه، بدهی اون یعنی بدهی من. خیلی خوب شرطتو بگو. این آقا کیانی باید پاش بریدش از این شرکت. معلوم هست چی میگی؟ این آدم ذاتش پلیده. من و تو خواهریم، هر مشکلی هم با هم دیگه داشته باشیم حلش میکنیم، ولی من نگران مراوده تو با این آدمم.